خب بچه ها سلام، میخواستم که مرحله گرفتن گواهی نامه توی آمریکا رو استوری بذارم. به این نتیجه رسیدم که فیلم بگیرم و پستش کنم توی پیجم و فکر میکنم که به درد خیلی ها بخوره اگر این توی پیج باشه و قابل دسترس باشه. پس مراحل گرفتن گواهی نامه توی آمریکا رو با هم دیگه یه مرور کوچولو میکنیم و پستش میکنیم توی همین صفحه. روش های مختلفی برای مهاجرت وجود داره. یه وجه اشتراکی هست که شما احتیاج به یک آیدی دارید. آیدی همون حالا کارت ملی هستش که تو ایران خودمون هم هست. اگر کسی میخواد گواهینامه بگیره احتیاجی به اپلای کردن یا درخواست دادن برای آیدی کارت نیست. گواهینامه از جمله کارت ها و کارت شناسایی هایی که همه جا به درد میخوره، برای باز کردن حساب بانکی، برای ثبت نام دانشگاه، برای خرید یا اجاره خونه و همینطور ماشین و خیلی از کارهای دیگه. و یکی از مراحلی رو که حتما و متاسفانه باید تهش بکنید اینه که بین 20 روز تا یک ماه بعد از ورود به خاک آمریکا باید منتظر گرین کارتتون یا سوشیال سیکوریتی نامبر یا یک شماره‌ای که به اصطلاح دولت آمریکا بهتون اختصاص میده باشید. در این صورت کسی نمیتونه بگه که خب من بلافاصله که اومدم میرم گواهینامه میگیرم میرم حساب بانکی باز میکنم. نه، متاسفانه باید بمونید و منتظر کارت شناساییتون باشید به اصطلاح، چون برای اپلای کردن گرفتن گواهینامه این کارت ضروریه. هر دو تا کارتتون باید باشه، هم سوشال سیکوریتی نامبر و هم گرین کارتتون. حالا البته دوستانی که با به اصطلاح کیس های مهاجرتی مختلف وارد خاک آمریکا میشن یه راه دیگه وجود داره، چون همه گرین کارت ندارن و البته سوشال سیکوریتی نامبر به همه اختصاص داده میشه. مسئله که مشترکه بین تمام کیس هایی که ورود میکنن به کشور آمریکا اینه که همه میتونن برای کارت شناسایی یا آیدی کارت اقدام بکنن از سازمان امنیت عمومی DPS، مخففش DPS، میتونن اپلای بکنن و بعد از یه مدتی کارتشون رو تحویل بگیرن. اما برای گواهینامه داستان فرق داره. اگر کسی بخواد برای گواهینامه شرکت بکنه نیازی نیست حتما ID رو دریافت بکنه، میتونه منتظر بمونه، آزمون‌ها رو بگذرونه و کارت گواهینامه‌اش رو بگیره. اون کارتی که به عنوان گواهینامه دریافت میکنه به عنوان آیدی کارت هست و همه جا به عنوان کارت شناسایی میتونه ازش استفاده بکنه. حالا برای گرفتن گواهینامه چه مدارکی لازمه و چه اقداماتی باید انجام بدید اینو الان بهتون میگم. حتما پس باید وایستید بین 20 روز تا تقریبا یک ماه سوشال سیکوریتی نامبرتون بیاد، گرین کارت یا آیدی کارتتون حتما صادر بشه، چون برای ثبت نام توی سایت DPS همون سازمان امنیت عمومی این مدارک از شما میخواد، این شماره رو لازم داره و یعنی شما نمیتونی به اصطلاح رجیستر بکنی برای ثبت نام گواهی نامه. بعد از اینکه این دوتا کارتتون اومد حداقل بین 20 روز تا یک ماه، البته میگن بیشتر بین 3 ماه طول میکشه ولی بین 20 روز تا یک ماه هر دوتا کارتتون میاد، حداقل تجربه من اینطور بوده. پس توی مرحله اول وارد سایت DPS میشید، سازمان امنیت عمومی، و تمام مشخصات فردیتون رو وارد میکنید. اینجا دیگه پاسپورت و اینجور مسائل هیچ نیازی نیست و فقط همون آیدی کارت یا گرین کارت و سوشال سیکوریتی نامبر رو وارد میکنید. در نتیجه به نزدیکترین DPS محلتون درخواست ملاقات یا به اصطلاح اسکیجول میکنید و روزی که بهتون وقت میده مستقیما میرید. روزی که میرید DPS تمام مدارک رو با خودتون میبرید، از گرین کارت یا همون آیدی کارت و سوشال سیکوریتی نامبر، پاسپورت اونجا برای هویتتون و زمانی که ورود کردید به کشور چک میشه و مهمه، و یکی دو تا فرمایی که از توی سایت از قبل هم میتونید دریافت بکنید یا همونجا آفیسر بهتون این فرما رو میده. بعد از اینکه اون فرما رو بهتون داد ازتون میخواد که دوباره برگردید و برید توی سایت و همونجا دوباره یه چند تا از سایت هایی که آموزش میدن به اصطلاح کورس آزمون آیین‌نامه هستش رو انتخاب بکنید. یه مبلغی بین 25-30
الی تقریبا 45 دلار بابت هر کورسی کورس آیین نامه شما باید پرداخت بکنید. فکر میکنم چیزی بین 15 تا 20 تا لینک و سایت در اختیارتون میذاره و شما از بین اونها میتونید چک بکنید که مناسب ترین و بهترین. حالا چه اتفاقی میفته وقتی شما رجیستر کردید، پول رو پرداخت کردید، تمام این مراحل گرفتن گواهی نامه تا آزمون شهری به صورت آنلاین هستش. 6 ساعت شما کورس آنلاین دارین، ویدیوها رو به صورت آنلاین مشاهده میکنید، تقریبا 6 ساعت 6 ساعت هست ولی برای من نزدیک به 3-4 روز طول کشید چون بینش سوال میپرسه و اول صداتون رو کنترل میکنه که چه کسی پشت سیستم نشسته و لابلای این کورس، برای اینکه اطمینان حاصل کنه که شما همچنان پشت سیستم نشستید، دوباره ازتون میخواد که باهاتون تماس بگیره و یه سری اعداد و شماره ها رو تکرار بکنید و صداتون رو کنترل میکنه که و البته ربات پشت سیستم هست، این از طریق ربات کنترل میشه. راستی این نکته رو هم بگم که هر ایالتی قانون مخصوص به خودش رو داره، یه قانون کلی وجود داره توی همه ایالت ها اجرا میشه و برای هر ایالتی یه سری قوانین خاص است. پس هر کسی که به سازمان امنیت عمومی یا DPS مراجعه میکنه، آدرس سایت هایی که بهش میده مربوط به همون ایالت هست و آموزش هایی که میبینه و کورسی که میبینه مربوط به ایالتیه که توش ساکن هست. بنابراین یه سری قوانین چون توی ایالت های مختلف فرق داره، حتما باید با دقت سایت مربوط به ایالت خودتون رو رجیستر بکنید و آزمون های مربوط به اون رو پاس بکنید و آموزش های مربوط به اون رو قبلش ببینید. حالا توی پروسه یادگیری چه اتفاقی میفته؟ به غیر از اون کنترل صدا که از طریق ربات انجام میشه رو بهتون گفتم، تابلو رو بهتون آموزش میده، قوانین رو بهتون آموزش میده، نحوه و استایل رانندگی رو بهتون آموزش میده، جریمه ها رو بهتون گوشزد میکنه و خیلی از مسائلی که خب توی ایران هم هست و کسانی که بچه‌ای که اصلا رانندگی میکنن توی ایران رو بلد هستم و خودم هم تقریباً تجربه 17-18 ساله رانندگی توی ایران داشتم، با توجه به این که زبان متفاوت هست فکر نمی‌کنم اگر زبان هم بلد نباشید مشکل خاصی داشته باشید. اینها رو پاس بکنید، تموم میشه، میبینید ویدئو رو و لابلای هر قسمت سوالات آزمایشی پرسیده میشه که 4 گزینه‌ای هست و هیچ تأثیری توی نتیجه آزمون نهایی آیین‌نامه نداره. خب یه اتفاقی که میفته، خیلی از دوستان میگن که خب ما همه اینا رو بلدیم، تابلوها که مشخصه، قانونها که مشخصه، ما میریم فقط اون قسمتایی که متفاوته رو میبینیم، سریع میزنیم قسمت میره جلو، اون کار نمیشه کرد. سایت به صورت هوشمند خودش یه زمانبندی خاصی رو برای هر قسمت مشخص کرده، بنابراین اگر یه قسمتی 30 دقیقه براش وقت در نظر گرفته شده، شما نمیتونید سریع اون قسمت ها رو بزنید جلو در عرض 4-5 دقیقه یا 10 دقیقه بخواید ردش بکنید. سایت بهتون میگه باید منتظر بمونید این 30 دقیقه شما تموم بشه و بعد برید قسمت بعد. پس در نهایت شما حداقل 6 ساعت رو باید پای سیستمتون بشینید، به غیر از آزمونی که میدید، آزمون تمرینی، به غیر از زمانی که خسته میشید، به غیر از زمانی که جای دیگه باید برید و و و. ولی قسمت قشنگ ماجرا اینه که خب تو خونه نشستی با لباس راحت و چای و قهوه کناره، هر وقت خواستی میری غذا میخوری و میای، اینش خیلی خوبه، اوکیه، خیلی کیف میده. تا این که میرسه به درصد 75 و شما 75% از آموزش رو دیدید، بعد از اون دیگه به شما میگه که شما الان باید اینجا دو تا امتحان بدید. امتحان اول مربوط به تابلوها و ساین هاست و امتحان دوم مربوط به آزمون قوانینه که هر کدوم از این آزمون ها 30 تا سوال جداگونه است و خوبی ماجرا اینه که هیچ تایم و زمانی نداره برای اینکه شما این سوال ها رو بخواید پاسخ بدید. چه سوال ها به صورت جداگونه و کل آزمون هم زمان بندی شده نیست. اما این قسمت سرچ کردن مربوط میشه به دوستانی که خب زبان انگلیسی هم مسلطن، اینطور نمیشه که هم زبان انگلیسی بلد نباشین هم قوانین رو بلد نباشین، بعد سری توی گوگل بزنین و جواب رو از اونجا بردارین، بالاخره باید بخونین و بلد باشین که چه اتفاقی داره میفته و جواب ها چی هستش. بعد از اون هر وقت که آماده بودید هیچ محدودیت زمانی نداره، میتونید شروع بکنید به تست زدن، آزمون رو شروع بکنید و بعد از اون هر قسمت که تموم شد
شما باید 75% سوالها رو درست پاسخ بدید و بعد اگر زیر 75% باشه، برای هر کدوم از این دوتا آزمون شما 3 تا شانس دارید و در کل 3 تا شانس جدا، یعنی میشه 6 تا برای پاس کردن آیین‌نامه، قسمت علائم و قسمت قوانین. خب پس تا اینجا رسیدیم به آزمون و آزمون هم دادیم. وقتی که تموم شد بالای 75% تست رو هم زدید، خود سیستم خود به خود یه مجوز برای شما صادر میکنه، به اصطلاح اعلام میکنه که شما آیین‌نامه رو پاس کردید، قبول شدید و اون رو میتونید پرینتش بکنید و به خودتون ببرید سازمان امنیت عمومی یا DPS و یه وقت دوباره از قبل باید بگیرید، تمام مدارک رو همراه خودتون ببرید و دوباره براتون یه وقت دیگه تعیین میشه. زمانی که رفتید اونجا یه فرم دیگه پر میکنید و ازتون میخواد که جلوی دوربین بایستید، ازتون عکس میگیره، آزمون چشم رو همونجا آفیسر ازتون میگیره، دقیقا مثل شرایطیه که توی ایران هم هست و یه مبلغ تقریبا 11 دلار هم اداره دی پی اس از شما میگیره. خب بعد از این قسمت شما به دوباره برگردید و دوباره یه اسکیجوال انجام بدید، دوباره وقت مجدد بگیرید و اینجا برای رفتن به آزمون شهر یا همون آزمون رانندگی یه ویدیوی 1 ساعته هست، باید اون رو حتما ببینید. به اصطلاح یه مستندطوری هستش که از نحوه رانندگی، فرهنگ رانندگی، استفاده نکردن از تلفن همراه، غذا نخوردن، نخوردن نوشیدنی، داشتن سلامت روحی و روانی هنگام رانندگی، اینا رو گوشزد میکنه و اتفاقاتی که امکان داره هنگام رانندگی توی این شرایط بیفته رو بهتون نشون میده که اون هم یه مجوز داره. بعد از دیدن 1 ساعت ویدیو تست خاصی نداره، یه تست کوچولو داره که حتی اگر اشتباه بزنید بهتون میگه که اشتباهه و شما میتونید گزینه درست رو انتخاب. خب رسیدیم حالا به قسمت خوب ماجرا. قسمت خوبش اینه که DPS برای گرفتن آزمون رانندگی از ماشین خودش استفاده نمیکنه و شما میتونید از ماشین خودتون، دوستانتون و یه ماشینی که باش راحت هستید برید تا اونجا. البته این رو بگم که زمانی که آیین‌نامه‌تون رو پاس میکنید یه اجازه نامه، پرمیت به اصطلاح بهتون میده که شما با اون میتونید بیاید تمرین بکنید. در طول اون مدت که آماده میشید مجوز رانندگی همراه کسی که بالای 21 سال باشه و گواهی نامه داشته باشه کنارتون بشینه، شما میتونی تمرین رانندگی بکنی به اصطلاح. و روزی که باید بری برای آزمون رانندگی با ماشین خودتون میرید و آفیسر میاد داخل ماشین شما. روزی که شما میرید برای آزمون رانندگی، خب ماشین باید کاملا سالم باشه چون همه اینا چک میشه، هم از راهنما، چراغ ترمز، بوق و همه این چیزا باید چک بشه و اگر ایراد داشته باشه از شما آزمون نمیگیرن. ماشین باید بیمه داشته باشه و معاینه فنی هم داشته باشه. همینا رو چک میکنن، آفیسر میاد کنارتون میشینه و آزمون پارک دور، دنده عقب، گردش به چپ و راست و استفاده از لاین ها، استفاده از چراغ راهنما، به اصطلاح فلاشر ازتون اینا رو انتظار داره، رعایت کردن سرعت مناسب و بعد از همه اینها خیلی راحت شما میتونید پاس بکنید. و تنها چیزی که اینجا خیلی مهمه رعایت کردن قوانینه و خیلی روش پافشاری میکنن و استایل رانندگی خوب رو باید داشته باشید. اگه همه این موارد رو رعایت کرده باشید، مخصوصا قوانین رو، زمانی که برگشتید به مکان اولتون، شروع آزمونتون، اونجا آفیسر براتون توضیح میده که چه اتفاقی افتاده، آیا شما آزمون رو پاس کردید و یا فیل شدید و امیدوارم که پاس کرده باشید، 1 هفته تا 10 روز بعد از قبولی آزمون گواهینامه کارتش میاد در منزل. و یه مورد هم اشاره بکنم، به هر دلیلی اگر آدرس محل سکونتتون تغییر کرده باشه باید اونجا اعلام بکنید به سازمان امنیت عمومی و کارت گواهینامه‌تون گرفته میشه و یه کارت جدید با آدرس جدید براتون صادر میشه و شما در این بازه زمانی دوباره بهتون یه اجازه نامه داده میشه به صورت کاغذی و با اون میتونید مثل گواهینامه معمولی و معتبر هر جایی که خواستید
رانندگی بکنم. فکر میکنم که از این به بعد از این دست ویدیو بیشتر درست کنم. اگر دوست داشتید هم میتونید شیر بکنید، هم کامنت بذارید، هر سوالی داشتید من جواب میدم. و اگر موافق هستید یه اوکی بزنید زیر کامنت و یه لایک هم بزنید که ببینیم ادامه بدیم یا نه، چون من خودم خیلی دوست داشتم، دوست دارم که ادامه بدم و حداقلش اینه که اطلاعات عمومی و خب خیلی از بچه‌هایی که مثل خود من قبل از اینکه بیان آمریکا خیلی سوال داشتن توی ذهنشون میتونه این سوالا رو برطرف بکنه و حداقل یه کمکی برای دوستانی که این استرس رو دارن باشه. فعلا خدافظ.